هذا هو درع الاتحاد شيخ محمد أويلك الكريم محمد الكرام، هذا الذي يحمل هذا الشعار الذين يبلغون رسالات الله ويخشون فلا كفى بالله لابن اخي الحبيب حفظه الله وسدد حقوقه قلوب آباد زخمی زخمی وطن هیواد لا نور هم مختت للغوڑی لخط زتر ویدی زای لجنوب تر شمال شیر جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیال لخطی زدر ویدی زای لجنوب تر شمال شیر جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیال. بسم الله الرحمن الرحیم. من وطنان عزیز سلام بر شما، امید است که خوب صحتمند و سر حال هر جایی که هستین همیش خوشحال و آرام باشین. بازم خوشبختانه که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما هم وطنان عزیز قرار داریم و تشکری خاص داریم از شما که همواره ما را حمایت کمک و یاری میرسانین تا ما بتوانیم گزارش ها و همچنان ویدیوهای مختلف از طریق کانال خود به شما نشر بکنیم تا شما هم ببینین که در افغانستان کنونی چی وضعیت جریان داره. به می اساس تصاویر که شما تماشا کردین از دیدار حیاتی از علمای اسلامی که در افغانستان آمدن، اینها با سران حکومت دیدار کردن، با ملا عبدالغنی برادر دیدار داشتن، با امیرخان متقی، با عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزراء و همچنان امروز به دیدار ملا یعقوب مجاهد رفتن و این وزیر جوان را حمایت کردن و مورد تقدیر قرار دادن که بسا جای افتخار است. و از اینکه در این دیدار چی گفتن و ملا یعقوب مجاهد به این علمای اسلامی چی اطمینان داده در قسمت کشور عزیز ما افغانستان و همچنان این هیئت از ملا یعقوب مجاهد چه خواستهایی داشتن، شما هم در این دیدار تماشا بکنین. بازم با ما باشید و همراهی ما نمایید. السلام علیکم. بارك الله فيك، حفظكم الله وحفظكم الله. فضيلة الدكتور علي مؤرخ ومفسر له كتب ما شاء الله نافعة. فضيلة الشيخ نواف تكروري رئيس علماء فلسطين. فضيلة الشيخ الدكتور محمد اليافعي مدير فرع الاتحاد في قطر. الشيخ ماهر معروف لديكم هذا. محمد علي كرار. اي محمد علي كرار مدير مكتب فضيلة الشيخ الدجم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان ورثة الأنبياء يدعون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله تعالى أهل العمى. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويكفي في بيان شرفهم وعظم مسؤوليتهم
وأهمية دورهم ما وصفهم الله به في مواضع من كتابه بالخشية والرفعة والأمر بالرجوع إليهم، وما خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم من كونهم ورثة الأنبياء. فحيثما وقعت الفتن واختلطت الأمور واحتاج الناس إلى المصلح والقائد ولم يجدوا أنبياء الله ورسله، فليقصدوا ورثتهم الذين يقولون بقولهم ويدلون على هديهم، وليست تلك المنزلة لغيرهم. وإن سئلت عن السبب فقل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. في البداية أحييكم بتحية الإسلام العطرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في وطنكم وبيتكم الثاني. أنتم بين الإخوة والأصحاب، نحن فرحين بتواجدكم في أفغانستان ولقائنا معكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن من علامات الإخلاص بين الإخوة والمتحابين أنهم يتناصحون ويشاركون بينهم ما ينفعهم في الأمور الدينية والأخروية. أنا هنا لأستمع إليكم ولأستفيد منكم، وإذا كان أي استفسار من جانبكم سأجيبكم بمساعدة من المترجم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لجميع الكائنات وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بهدى وثبات. حقيقة إني سعدت برؤيتك وأعلم. الاتحاد الشيخ محمد أوينا كالكريمة معدن، فإخوة الكرام، هذا الذي يحمل هذا الشعار: الذين يبلغون رسالة الله ويخشى الله. لابن أخي الحبيب وسدد بمثال أو بسيالة لختي زتروي ديزاي لجنوب در شمالة شرا جنب أي وطن بمثال أو بسيالة جوڑو نیت دشمنیو ستا پلنا موتا حدد جوڑو نیت دشمنیو ستا پلنا موتا حدد. هذا زيت المسجد الأقصى، زيت زيتون المسجد الأقصى لابد في داخل المسجد الأقصى شجرة 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 بمثال أو بسيالة دك فانتا بور بير كم دي جنازي دي كمشوي دك فانتا شوي شوي دوينو ويالي وشي شوي بحر لسن بحر.
العلماء انتم في دعاء لكم في صراحه يعني احنا محتاجين دعاء ندعو لكم وانتم ايضا تدعون ان شاء الله ندعو لكم في سجود ندعونا لكم وندعو لكم لكن ادعو لنا شلکلن زخمون ندید. بیننده های عزیز بازم خوش آمدین. شما هم دیدار این هیئت را با ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع ملی افغانستان تماشا کردین و علمای جهان می تواند پیام صلح را از کشور ما به جهانیان ببرد تا جهان هم متوجه شود که حالا فعلا در افغانستان یک حکومت مستقل آزاد و همچنان هموطنان ما در یک امنیت کامل به سر میبرند. به می اساس زمانی که با اسرائیل بالای فلسطین حمله میکنه، اولین کشوری که صدای خود حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین اعلان میکنه او کشور عزیز ما افغانستان بود که بالخصوص ملا یعقوب مجاهد بود که صدای خود بلند کرد و حمایت خود از مردم فلسطین اعلام کردند. به می اساس این علما از ملا یعقوب مجاهد به حیث یک مجاهد بزرگ یاد کردند و همچنان ایشان را مورد تقدیر و حمایت قرار دادند و بسا جای افتخار است که همچو حیات های بیان در افغانستان تا باشد که جهانیان کشور عزیز ما را به رسمیت بشناسه و ما برویم به طرف پیشرفت ترقی و به سوی آبادانی. پیام خاصی که در زمان دیدار این هیئت با عبدالسلام حنفی داشتند گفتند که جهان بالخصوص کشورهای اسلامی باید فرض است که در این مقطع زمانی باید با مردم افغانستان کمک بکنند چون مردم افغانستان بیشترش حالا در زیر خط فقر زندگی میکنند و ای که کشور پاکستان مهاجرین افغان را اجباری اخراج کرده و زلزله صورت گرفت در ولایت هرات ما، به می اساس در افغانستان هموطنان ما بسیار از لحاظ اقتصادی مشکلات دارند. این هیئت اعلام کردند و پیام خاصشان به جامعه جهانی بالخصوص کشورهای اسلامی بود که باید کشورها در این مقطع زمانی با مردم افغانستان کمک کنند، یاری برسانند تا باشد که هموطنان ما از مشکلات اقتصادی برایند. بالخصوص در این زمان ما هم پیام مایی است من حیث یک شهروند افغانستان که جهان در این زمان بالخصوص مهاجرین که از کشور پاکستان در افغانستان آمد در خیمه های سرد زندگی میکنند در این سمستان سرد باید با اینها کمک یاری خود دریغ نورزند و کمک بکنند. بیننده های عزیز زیاد پر حرفی نمی کنیم، میریم با هموطنان ما یک سلسله مصاحبه های ما کردیم در قسمت امنیت و همچنان در مورد پاکستان و همچنان در قسمت پیشرفت ترقی و آبادی کشور. شما همین نظریات هموطنان ما را ببینین و بشنوین. با تقدیم نمودن نظریات هموطنان ما شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپاریم. الله حافظ نگهدار، همیشه شاد و خرم باشه. امنیت وست با افغانستان که سنگه ده یا خلق تجاران یا عادی افغانان دلتا با افغانستان که پامن که دی؟ الحمدلله اوس په افغانستان د امنیتي لګیان اقتصادي مشکلات ټول مخ پر حل کېدو روان دي. امنیت بینهایت ټینګ شوی ده. افغانستان مکمل یو خوشبختی خبر ده چې افغانستان تاریخ له سر نه را مطالعه کی تر اوسه پورې په افغانستان باندې داسې یو حکمیت نه درغلی چې ټول افغانستان هر ساحه تر خپل واک کنټرول لاندې وي. الحمدلله اوس د افغانستان اسلامي امارت چې راغلی ټول ساحه تر خپل واک لاندې راوستي او ځینې مشکلات حتما تبان وي، خو هغه به ان شاء الله مخ پر وخت سره باغه هم سمیږي، مشکلات به حل کیږي. او بل د خوشبختی خبره ده چې اسلامي امارت چې کله راغلی په افغانستان کې حکمیت ترلاسه کړی ډیر بنیادي کارونه یې کړي. قشتفې کانال که یادونه وکړو، هغه زیات افغانانو ته تقریبا 2000 یا 4000 افغانان هلته پر کار باندې مصروف وو، اردجات موټر بوکینګ او دا شیان هلته پر کار باندې مصروف وو. او قشتفې کانال که څه هم کانال چې راواړول او اوبو چې د افغانستان پر خاوره کې مصرف شي کرنې ته به هم زیاته ګټه وي انشاءالله، او ډیر خلک به زموږ بزګری باندې هم مصروف سي. کرهنه کولی شي د یو هیواد اقتصادي بنیاد ورټینګه او یو هیواد په اقتصادي پښو باندې ودروي. ډیره مننه. اوس په دې ورځو کې مثلا د کورنۍ چارو وزارت مسلکي افسران په
خارونه کې د خدمت لپاره تقدیموي سو ورځې مخکې اوس څلور سوه څو تنه د دې اکاډمي څخه فارغ سو څومره کولی شي چې نور هم زموږ مجاهدین نور هم پولیس مسلکي شي تر څو په خارونه کې نور هم امنیت راسي. افغانستان اسلامي امارت چې کله راغلی د دې تعداد تقریبا کم و نسبتا تیر دولت ته، خو طبعا اړتیا دې ته شته چې دوی خپل پوج لا هم زیات کړه تر څو د افغانستان مکمل ساحوي امنیت پر ټینګښت باندې راولي. اوس افسران دوی ځینې افسران یې فارغ کړي هم دي، اوس هم درسونه روان دي تر څو دوی نور افسران هم فارغ کړه. او اسلامي امارت ځواک مکمل ځواک چې و په سلو فیصدو کې اتیا فیصده د دوی ځواک له د اسلام چوکاټ سره برابر نه و، د دولت و د سیستم سره بلد نه و. نو دوی غواړي چې هغه هم ټول پر تعلیم باندې بوخت کا او دوی ته یو داسې اسناد او سند ورکول سي او دوی له دې سره بلد شي چې د دولت چارې څنګه پر مخ وړل کیږي. د دولت چارې تمن سخت وي او یو ځان ته قانون او قاعده لري. نو انشاءالله دوی هیواد ته ژمن خلک دي او هیواد مخ پر جوړېدو روان ده. خدای دې لا هم بری ورکړه تر څو ګران هیوادوال خپل ځوانانو ته پکار ده چې دوی څخه څه ډول ملاتړ وکړي او د دوی تر شا ودرېږي. ولس او ځوانانو ته دا پکار ده، هغه ځوانان د ما ټولو عموم ټولو ځوانانو ته درخواست ده چې هغه اقتصادي مشکلات یې دومره ډېر نه وي او هغه کولی شي تعلیم ته ادامه ورکړه. یو هیواد یوازینۍ لاره د حل د جوړېدو یوازینۍ لاره چې دغه تعلیم ده. دوی باید تعلیم وکړه، لوړې زده کړې وکړه تر څو په داخل د هیواد کې خپلو هیوادوالو ته په ډېر صادقانه ډول سره خدمت وکړي او هیواد بیرته یو ځل بیا پر پښو ودروي او دا هیواد له نورو هیوادونو سره سیال وګرځوي. نو ټولو ځوانانو ته مې دا درخواست ده او دا هیله ترې کوم چې دوی باید عموم کې دولت د موږ امنیت له نگاهه موږ دولت ښه ده او ډیر مشکلات یې موږ ته حل کړي. نور ځینې ځوانان دي خارج او د دغو هیوادو لپاره ژمن دي، دوی غواړي چې ولاړ شي له هیواد پرېږدي. نو طبعا دا هیواد پرېښودل دا ښه کار نه ده. زموږ ډیر غټ غټ خلک تقریبا دکترا درلودونکي ماشتر هغه خلق له هیواد څخه بهر وتلي دي. نو دا خلکو ته ما دا پیغام ده چې دی هیواد بیت المال مال پر دوی مصرف شوی ده، پر دوی باندې تعلیمونه شوي، دوی پانتونونو کې زده کړې ترسره کړي. دا بیت المال دوی بیرته باید پر خپلو هیوادوالو باندې تقسیم کړي او دوی خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړي. نو دوی شته دا خواهش ده چې بیرته خپل هیواد ته راوګرځي او خپل هیواد کې پانتونونو کې استادي وي واخلي. هر ځای کې دوی د قدر وړ دي، اسناد درلودونکي خلک هغه خلک چې استعداد ولري. استعداد هیڅ وخت کې نشي پټېدلی او نه دوی د استعداد خلاف دي اوس بالحال حکومت. نو دوی کولی شي بیرته راشي هیواد ته او د خپلو هیوادوالو لپاره په زیاته کچه خدمت وکړي تر څو د هیواد تعلیم له نگاهه په پښو باندې ودرېږي. مننه. خیر شي. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.